چند شبی هست که بساط آشوبگران جمع شده، اما به نظر می رسد رسانه های سلطنتی انگلیس و صدای امریکا در همان شبهای آشوب متوقف شدند. شاید هم باورشان نشده که اغتشاش تمام شده. در ایران خبرها حاکی از ادامه اعتراض‌ها در بعضی از شهرها به رغم فضای امنیتی شدید. مثلا این مجری میگوید در رشت چنین شده. فول اهواز و رشت شلوغ بود. خبرنگار صدا و سیما هم همان ساعت به خیابان‌های رشت می‌رود تا ببیند واقعاً چنین شده. اینجا میدان شهید انصاری یا چهارراه گلزار رشته. ساعت 1:00 مانده به 23 روز جمعه 15 دی ماست. همونطور که شما میبینید اوضاع کاملا در این میدان عادیه. هیچی خبری نبود، خلوت بود به همین سو. از 4 بعد هم داریم کاسبی میکنیم تا 1 شب هم هستیم. فلکه گلزار بلوار شهید انصاری. اینجا تجمعی بوده؟ امروز نه. خدا. 1 ساعت پیش، 2 ساعت پیش؟ نه. مردم جمع شدن، نه چیزی. امن امان بود. امروز دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد. حتی یه دونه موضوعی دو نفر آدم با هم دیگه بحثی نشد. خیلی آروم بود شهر. خدا وکیلی کل شهر آروم بود. یا یکی شبکه تلویزیونی رادیو فردا متعلق به سازمان جاسوسی امریکا احتمالاً ایران را در یک نقطه‌ای در فضا تصور کرده. روز جمعه و با گذشت 9 روز از اعتراضات در ایران گزارش‌ها حاکی از تجمعاتی در برخی از شهرهای کشور برگزار شده است. برای نخستین بار ویدیویی از اعتراضات در خمین منتشر شد که تجمع اعتراضی در این شهر در روز جمعه را نشان می‌دهد. ساعت 22:30 و اینجا میدان انقلاب شهر خمینه که همینطور که مشاهده می‌کنید تردد مردم به صورت عادی و روان در حال جریانه. اومدیم هوا بخوریم، اومدیم بستنی بخوریم و بچه‌های دور بزنیم. دیدیم شهرمون هم در امن و امانه، اومدیم بستنی بخوریم. شهر امن و امان است، مردم دارن میچرخن برای حال خودشون، تو حال خودشون هم هستن. خوبه، آرومه. خوبه. اعتراضات ادامه داشته. سنندج بوکان کامیاران. همزمان خبرنگاران صدا و سیما به همراه این شبکه‌ها به این شهرها رفتند تا ببینند اغتشاشات شده یا توهمات بوده. امروز جو متشنج و آشوب درگیری در شهر سنندج شما دیدین، مشاهده کردین؟ نه خیر. امروز هم چیزی بود؟ نه چیزی، مشکلی چیزی نیست. چیزی امشب نبود. هیچ خبری نیست. سینما بودیم، خیلی هم حال داد. الان هم اتفاقا نها کردن، دومش خبری نیست. آرامش برقراره، همه مردم با خیال راحت بیرونن. الان 3-4 روزی که داخل شهر عراق آرامش به طور کامل برقرار هم. این یکی کاملا مستند گزارش داده، میگوید به پایگاه بسیج جویاباد حمله شده، اما تصویر هفته پیش قهدری جان را نشان میدهد. در جویاباد اصفهان نیز مردم به یک پایگاه بسیج حمله کردند. از بی سوژه بودن درباره آشوب ها، از آرامش و سکوت شهرها هم راهپیمایی میسازند. دسفول، اهواز و رشت. شبکه بی بی سی اعلام کرده که خیابون و نادری اهواز درگیریه. درسته این صحت داره؟ نه، همه چی آروم، مردم هم دارن برای خودشون راحت زندگی میکنن. سیمتری دسفول هست، ساعت همین الان ساعت 22:30 دقیقه جمعه شب هستش، 15 دی ماه. چهارراه سیمتری تقریبا اصلی ترین نقطه مرکزی شهر دسفول هست. همونجوری که مشاهده میکنید اینجا هم هیچ خبری از شلوغی نیست. فراخوان داده بودن که روز جمعه همه بیایند، البته همه هم آمدن. فتنه بین المللی هست، غمی نیست. ما تجربه کردیم که در لحظه فتنه تا رهبر ما سید علی هست، غمی نیست. در کنار شبکه‌ها کانال‌هایشان هم همچنان تصاویر جدید منتشر می‌کنند. در آخرین ورژن آشوب در ایران این عکس در سال 2009 را به جای تظاهرات دیروز جا زدند، و یا تصویری را که برای تظاهرات 9 دی نشان داده بودند بار دیگر برای 15 دی نشان می‌دهند. تصاویر کشته شدگان در مصر را به عنوان خون‌های ریخته شده در اهواز جا می‌زنند. به عنوان یک نمونه این کلیپ رو ببینید. این کلیپ یک بار در تجمع ایرانیان مقیم هلند برای حمایت از اعتراض مردم ایران عنوان شده، بار دیگه برای خیزش مردم قهرمان دهلوران نام برده شده. دروغ هایی که حتی صدای فعالان رسانه‌ای همسو با خودشون رو هم در آورده. آمد نیوز این بار فیلم سال 88 رو به عنوان فیلم کرمانشاه منتشر کرد. در کنار شبکه‌های منافقین، سلطنت طلب‌ها هم مدام با توییت و مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی تلاش می‌کنند آتش آشوب‌های هفته گذشته را روشن کنند. اما در یک واکنش جالب، یکی از مشهورترین نویسنده‌های جهان، پائولو کوئلیو، خطاب به فرزند محمد رضا پهلوی توییت زده که ساکت شو. ساکت شو. ساواک مرده است و اگر تو به دنبال یک کودتای دیگر باشی، مانند کودتایی که سازمان سیا در سال 1953 سازماندهی کرد، مردم ایران برای دفاع از کشورشان
به پا خواهند خواست. به نظر میرسد رسانه‌های اپوزیسیون و گردانندگان شبکه‌های امریکایی و انگلیسی باید بپذیرند که غبار یک فتنه فرو نشسته و واقعیت برای مردم روشن شده. رسانه‌هایی که در این چند روز چشم خود را بر روی این حضور بستند تا شاید بتوانند دوباره رویای اغتشاشات خود را ببینند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.